نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه چهارم ذی‌القعده سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به مقبوله عمر ابن حنظله در رابطه با حدود اختیارات و حکم حاکم شرع در نزد فقها فرمودند، برخی از فقها ها معتقدند که حکم فقیه جامع الشرایع در احکام و مسائل و در باب قضا نافذ است، اما در موضوعاتی که در مورد قضاوت و نزاع نباشد حجت نیست. البته مشهور میان فقها ها این است که حکم حاکم شرع مطلقا نافذ است و من هم برداشتم همین است. ایشان در رابطه با عمل به علم قاضی فرمودند، مشهور بین فقها های شیعه این است که قاضی حق ندارد به علم خود عمل کند، بلکه باید طبق بیینه و یمین عمل کند و حتی پیامبر اکرم که یقینا علم داشتند اما وقتی قضاوت می‌کردند می‌فرمودند تنها من در میان شما طبق شهادت شهود و سوگندها قضاوت می‌کنم، لذا قاضی نمی‌تواند بر اساس علم و دانسته‌های خود قضاوت نماید. معظم الله همچنین با اشاره به ایام حکومت امیرالمؤمنین فرمودند، امیرالمؤمنین هم طی 5 سال حکومت خود که بارها قضاوت کردند، همانند پیامبر اکرم بر اساس بیانه و ایمان، یعنی دلایل و شهود و سوگند افراد قضاوت می‌کردند. ایشان در رابطه با برخی از روایاتی که در آنها اشاره شده که قضاوت امام زمان پس از ظهور بر اساس علم خودشان است فرمودند، 30-40 روایت در این زمینه نقل شده که بیش از 30 مورد آن مستند به یک راوی ضعیف است که همه او را تضعیف کردند، اما 2 روایت صحیح وجود دارد که نشان می‌دهد حضرت حجت نیز بر اساس سیره و روش اجدادشان حضرت رسول الله و امیرالمؤمنین بر اساس علم خود عمل نمی‌کنند. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله. چون آخه حاکم باید فتوا داشته باشه به نامور مشهور، یعنی باید مجتهد باشه. آخه از این استفاده کردن و لحاظ همونجا با فیهی گفتن اشکال کردن. همون بالایمان و البینات، مگر یه مواردی استثناء باشه، مثل که خود پیغمبر، خود امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ما و علیه ما یه استثناءاتی داشتن، با اینکه خودشون فرمودن انما عقلی بینکم. حضرت حجت عجل الله فرجه و شریف و صلوات الله و سلامه علیه غیر از یه موارد خاصه استثناء مثل ظالمین بزرگ، نه همون روایتی که داره که به حکم داوود، تو همون جا تو بعضی روایاتش داره که خود داوود خدای عز و جل به او فرمود انا جعلنا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. داوود علیه السلام عرض کرد خدا چجوری حکم کنم؟ خدای عز و جل فرمود اضفهم الى اسمی، مضمون روایت، و حلفهم و طلب منهم البینه. خود داوودم با ایمان و بینات میکرد، استثناء بود جایی که بی بینه باشه. در موارد استثناست، بله. یعنی جمع روایات اقتضا میکنه اینه که بگیم در مورد استثناست، مثل که خود پیغمبر فرمودن انما اقضی بینکم، اما یه استثناءاتی هم داشته.